ارتفاع تقریبا منفی 27.1 نسبت به لول 1. خیلی خوب، اینم از سینک. خیلی خوب، تجهیزات دیگه الان چیزی که ما نیاز داریم آب گرم کن هست. حالا اینجا که جای یخچاله، جای گاز، ماشین لباسشویی، آب گرم کن دیواری رو میایم. البته اینجا ما آب گرم کن نداریم، حالا مجبور هستیم که یه تا جاگذاریش کنیم. خیلی خوب، خیلی خوب، حالا نوبت به جاگذاری آب گرم کن هست به عنوان منبع گرمایش. سیستم مکانیکال اکویپمنت. خیلی خوب، دو قسمت فلامینگ هم. خیلی خوب، اینجا که نداریم، حالا من میام لودش میکنم. خیلی خوب، آب گرم کن رو من اینجا پیدا کنم، توی پروژه قرار بدم. خیلی خوب، واتر هیتر از این میتونی استفاده کنید یا از آب گرم کنی که داخل خود به عنوان فامیلی قرار داره. خیلی خوب، میام تو قسمت پلامینگ اکویپمنت واتر هیتر. دیواری هست آب گرم کن، حالا من میام آب گرم کنه دوباره. سیستم مکانیکال اکویپمنت لود فامیلی پلامینگ مپ اکویپمنت واتر هیتر. خیلی خوب، اینجا دارم ام واتر هیتر تنکنس، هم زمینی وجود داره هم دیواری. من دیواری انتخاب میکنم، جاگذاری میکنم توی این قسمت. کالا داکتی که اینجا وجود داره برای دودکش هم بتونیم استفاده کنیم ازش. خیلی خوب، سیف پروژکت. خیلی خوب، حالا تقریبا جاگذاریمون تمومه مربوط به لوله کشی. فقط حالا من این شیر رو باید بیام سمت راست قرار بدم. انتخاب میکنم کریت سیمیلار. خیلی خوب، همین رو جابجا میکنم. کیو دی اسپیس رو میزنم، من دیلیتش کنم. کریت سیمیلار، کیو دی اسپیس رو میزنم به چرخه، روی دیوار قرار میدم، قبلی رو پاک میکنم، این رو دیلیت میکنم. خیلی خوب، یه مدار میارمش پایین تر. خیلی خوب، حالا جاگذاریمون که تموم شد مقیاس رو کوچیک میکنم، حالا سکشنمون کوچیک تر بشه، میارمش پایین. خیلی خوب، بعد از اینکه جاگذاری تموم شد به اتمام رسید، نوبت به لوله کشی هست. لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب. خیلی خوب، حالا نوبت به ترسیم لوله کشی هست که هم میتونیم به صورت دستی هم به صورت اتوماتیک ترسیم کنیم. حالا من میام به صورت اتوماتیک ترسیم میکنم و اگه نیاز به اصلاح داشت میام و اون رو به صورت دستی اصلاح میکنم. خیلی خوب، الان میتونید تجهیزات رو انتخاب کنید. حالا من یکی از تجهیزات رو انتخاب میکنم. ببینید گزینه پایپینگ قسمت بالا فعال میشه. اگه انتخاب کردم میگه چه قسمتی رو میخوای ایجاد کنید. من مینویسم کولد واتر و مخفف اون رو مینویسم. ببینید دومستیک کولد
واتر. حالا قبل از اون من میام لوله ها رو تست میکنم ببینم لوله فاز ها دارم اینجا یا نه، پی وی سی. خیلی خوب، پی وی سی رو دارم. حالا برای ترسیمات هم میتونم از لوله پی وی سی برای فاز رو استفاده کنم، آب سرد و گرم از استاندارد انتخاب میکنم مجددا، پایپ کولد واتر. domestic cold water. خیلی خوب، اگه من تیکه opening system editor رو بزنم مستقیم وارد محیط ادیت میشم، و اگر نه که وارد نمیشم و مجبور هستم دوباره انتخاب کنم تجهیزاتی که معمول به لوله کشی آب سرد میشه. اوکی میکنم. ببین تجهیزاتی که لوله اتصال مربوط به لوله کشی آب سرد رو داره مشخصه. انتخاب میکنم، ببینید انتخاب میکنم. اوکی اوکی، دو تا شیرالات رو هم انتخاب میکنم. خیلی خوب، این یکی سینک رو هم انتخاب میکنم و سینک مربوط به آشپزخونه. ببینید الان ما 9 تا انتخاب کردیم و منبع گرمایش یا سلک ایکویپمنت رو انتخاب میکنم. ام واتر هیتر انتخاب میکنم به عنوان منبع. فینیش رو میزنم. خیلی خوب، ببین الان اینا که رنگشون آبی شد به سیستم ما وصل هستن، آب سرد. خیلی خوب، میام تو نمای سه‌بعدی که حالا قشنگ به مرتب ببینید شما. قبل از اون میام پنجره زیری رو میبندم، میام تو نمای سه‌بعدی، حالت نمایشم رو روی مکانیکال قرار میدم که تجهیزاتم رو ببینم. خیلی خوب، ببینید حالا من میام از قسمت ویو تایل رو میزنم که دو تا پنجره هم حالت سه بعدی هم دو بعدی رو بتونم ببینم. خیلی خوب، پنجره پراپرتیز رو یا میبندم یا کوچیکش میکنم. حالا پنجره رو میبندم و میام از قسمت تب ویو یوزر اینترفیس سیستم براوزر رو انتخاب کنم. ببینید این سیستم براوزر تاسات خیلی باش سر و کار داریم و بهش نیاز داریم. ببین تو قسمت پایپینگ دومستیک کولد واتری که ما سیستم رو ایجاد کردیم تجهیزات مربوط به اون هم قرار داره. ببینید هرچی که ما انتخاب کردیم اینجا هست و ام واتر هیتر به عنوان منبع هست. حالا درسته آب گرم کن منبع گرمایش هست، حالا ولی خب ما به عنوان یک قسمتی که آب سرد رو هم تغذیه میکنه انتخاب کردیم. حالا شاید جوری دیگه تغذیه بشه، حالا یا سیستم کلکتوری یا به صورت دیگه. خیلی خوب، دوباره تایل ویندو رو میذارم که پنجره ها فیت بشه. حالا نوبت به ترسیم هست. ارتفاع رو من چک میکنم. ببینید الان روشوییمون روی کف قرار گرفته. اینا بعد ارتفاعش رو تنظیم کنم. کلیک راست میکنم، سلکت اول اینستنس ویزیبل این ویو. حالا نیاز هست که پنجره پراپرتیز رو من اینجا فعال کنم. حالا مودیفای رو انتخاب میکنم خارج بشم. دوبار کلید از قسمت ویو پراپرتیز رو انتخاب میکنم. خیلی خوب، کلیک راست، سلکت این سرویزی ور این ویو. آفستش رو تغییر میدم، آفستش رو میذارم تو ارتفاع 90 سانت 900 میلیمتر. اپلای میکنم. خیلی خوب، ببینید تو ارتفاع 90 سانت قرار گرفت. خیلی خوب، بقیه تجهیزات هم ارتفاعشون درسته، شیرالات هم به همین صورت.
خیلی خوب، پنجره پراپرتیز رو مجددا میبندم، از قسمت ویو تایل رو میزنم، یکی از تجهیزات رو انتخاب میکنم، هیچ فرقی نمیکنه، انتخاب میکنم گزینه از قسمت لایوت، گزینه یا ابزار جنریک لایوت رو انتخاب میکنم. ببینید الان تجهیزات ما به هم وصل شدن، ارتفاع لوله خیلی بالاست. خیلی خوب، ارتفاع رو من میام از قسمت سیتینگ، ارتفاع رو روی منفی 10 سانت، این رو هم منفی 10 سانت یا 100 میلیمتر اوکی میکنم. الان پایین قرار گرفت. خیلی خوب، حالا میتونید به شکل‌های مختلفی این لوله کشی رو داشته باشید. حالا توی نما بهتر دیده میشه. ببینید موقعی که من نکست سولوشن رو میزنم، ببینید شکل‌های مختلفی از ترسیم لوله اینجا وجود داره. حالا میتونید بر اساس مواردی که هست انتخاب کنید. خیلی خوب، حالا هر کدوم رو خواستید میتونید اصلاح کنید. این حالت شبکه‌ای هست، نتورک، همینطور که مشاهده میکنید. خیلی خوب، فکر کنم حالت مناسبی باشه. و اینجا گزینه های دیگه هم وجود داره، مثلا ادیت لایوت. حالا ببینید من این پنجره رو بزرگ کنم، میتونم ادیت رو بزنم و حالا موردی که هست میتونم اصلاح کنم. حالا اگه موردی احساس کردی که نیاز به اصلاح داره میتونید اصلاح کنید. ببینید اینجا خیلی خوب، حالا اینجا میتونیم اصلاح کنیم. خیلی خوب، حالا فینیش رو میزنم، اگه نیاز شد برمیگردم و اصلاح میکنم. فینیش رو میزنم. خیلی خوب، میام تو نمای 3D ببینم چیکار کردم. لوله کشی آب سرد انجام شد. خیلی خوب، ببینید حالا خطایی که داشتیم تو این قسمت هست. ببینید اتصال اینجا برقرار نشده. میام تو نمای تو لول 1. خیلی خوب، پایپینگ. کنسل رو میزنم. اگر نتونستید نما رو ببینید باید بیاید توی پنجره پراپرتیز ویو رنجتون رو تغییر بدید. ببینید الان تاپ کات پلن این رو بذارید روی منفی 200 میلیمتر، این رو منفی 200 اپلای میکنم. ببینید الان لوله ها مشخص شد، ویو رنج مربوط به عمق دید میشه. خیلی خوب، ببینید من میام این زانوی رو دیلیت میکنم. خیلی خوب، این سرایم به همین صورت. الان اینجا اتصالمون برقرار نشده، اینو با کلیک چپ نگه میدارم، درگ میکنم به سمت پایین، این تیکر اضافی رو هم پاک میکنم. خیلی خوب، با استفاده از ابزار تریم این دوتا لوله رو به هم وصل میکنم، زانوی رو انتخاب میکنم، علامت مثبت رو میزنم که سراحی بشه. خیلی خوب، دروپای
حالا نیاز هست یه مقدار لوله رو جابجا کنیم. حالا من این رو دیلیت کنم. حالا میتونیم لوله رو بیارم بالا. درو پایپ. قبلش بهتره که من سینک رو جابجا کنم یه مقدار سمت چپ که حالا مشکل اتصال هم نداشته باشیم. کلیک راست رو پای. خیلی خوب، اینجا سرایی رو من ایجاد کنم، فکر کنم بهتر باشه. کلید تب رو میزنم، انتخاب میکنم و با استفاده از ابزار الاین دو تا رو هم قرار میدم که هم مرکز بشن. درو پایپ میرم وصل میکنم. خیلی خوب، اینجا هم وصل شد. قسمت های دیگر هم چک میکنم. حالا برای اتصال میتونید کلید تب رو بزنید و اونجا تغییرات رو اعمال کنید. حالا ببینید اینجا این رو هم میتونید اصلاح کنید. بیایید از سمت چپ، ببینید من یه سکشن میزنم اینجا. حالا ببینید اندازه سکشنمون یه مقدار بزرگ هست، همینطور که قبلا گفتم تولرانس رو تغییر بدید. میام تو نمای سکشن، ببینید منفی 10 دادم من، یعنی منفی 10 سانت یا 100 میلیمتر. خیلی خوب، من اینجا اندازه رو بزنم. خیلی خوب، من این رو دیلیت میکنم. این رو هم به همین صورت، این رو هم دیلیت میکنم. میام تو نمای وان پایپینگ، یه لحظه این وان رو هیدن میکنم، مخفیش میکنم، اینا رو دیلیت میکنم با استفاده از کلید دیلیت. این رو منفی میزنم، اینجا اینجا اضافه میکنم. خیلی خوب، میام تو نمای 3D. لوله کشی مربوط به وان رو اصلاح میکنم. یه سکشن این سمت میزنم، سمت روبرو. درو پایپ میارم این سمت چپ. اوکی، حالا اینجا لوله کشی مربوط به این سمت رو انجام میدم مقداریش رو، بعد الاین میکنم و این سکشن رو جابجا کنم. درو پایپ میارمش پایین، الاین رو انتخاب میکنم از قسمت مودیفای الاین. حالا با استفاده از ابزار تیریم این دوتا رو به هم وصل میکنم. حالا اینجا که وصل نشد میتونید به صورت دستی ترسیم کنید. درو پایپ. اوکی، خیلی خوب، اینجا دوتا ارتفاع قرار دارم. حالا من این ارتفاع رو باید اصلاح کنم. ببینید موقعی که لوله انتخاب میکنید تو قسمت پراپرتیز منفی 100 اینجا این لوله رو انتخاب کن، این رو هم منفی 100 قرار بدید که بیاد پایین قرار بگیره. دریم. حالا وصل شد لوله. میام تو نمای سبودی،
اینجا رو هم اصلاح کردیم. خیلی خوب. لوله کشی مربوط به این قسمت انجام نشده، این رو هم باید انجام بدیم. میام اینجا سکشن میزنم. همینطور که گفتم یه سری موارد رو نیاز هست به صورت دستی اصلاح کنید، نمیگم حالا. خیلی خوب. پایپ رو انتخاب میکنم اینجا، میارمش داخل دیوار، حالا میارمش پایین. این رو منفی 100 قرار میدم، منفی 100. اوکی، ببینید حالت نمایش رو وای فریم قرار میدم، میام تو نمایش سیکشن رو پایپ لوله که ترسیم کردیم ما، کلیک راست میکنم دروپان، گزینه اتوماتیکالی کانکت فعال باشه که اتوماتیک وصل بشه به لوله. همینجا اتصال رو میزنه، منفی 20، منفی 15. حالا قبلش میام سایز رو اصلاح میکنم تو نمای 3D. سایز رو میذارم روی 15. خیلی خوب. حالا بعد هم میتونیم توی محاسباتمون در نظر بگیریم. خیلی خوب، اینجا هم وصل شد. خیلی خوب، هر قسمت هم که نیاز شد میتونید اصلاح کنید. حالا میام لوله کشی مربوط به آب گرم رو انجام میدم. خیلی خوب، پنجره پراپرتیز رو کوچیکش میکنم، نمای زیر رو میبندم توی نمای وان پلامینگ، از قسمت ویو تایل که هم نمای دو بودی رو داشته باشم هم سه بودی. خیلی خوب، اینجا میام یکی از تجهیزات رو، اینجا وان حمام مخفی شده، از قسمت پایین که به صورت عینک هست temperature heat slash isolate انتخاب میکنم، reset. یکی از تجهیزات رو انتخاب کنم، هیچ فرقی نمیکنه کدوم باشه، من وان رو انتخاب میکنم. ببینید الان قسمت مربوط به آب گرم ما انتخاب نمیشه. عذرخواهی میکنم، الان من یکی از سینک‌ها رو انتخاب کردم، پایپینگ. قسمت دیگر رو میخواستم توضیح بدم به اشتباه. خیلی خوب، این رو هم مخففه، دومستیک هات واتر اوپن. اوکی، حالا میام بقیه تجهیزات رو هم انتخاب میکنم، یا میتونم با کلیک درگ انتخاب کنم. حالا قسمتی که آب گرم، لوله کشی آب گرم نداره خطا میده، میگه فلاش بلبتون نداره. خیلی خوب، ببینید الان هم انتخاب شده. کلن ریموف کنم، دوباره انتخاب میکنم، اد تو سیستم. این خیلی خوب، اینم شاملش نمیشه. شیر مخلوط سینک ها، اینم شاملش نمیشه. شیر مخلوط این رو انتخاب کردم، سینک، و کلن شد 7 مورد مواردی که انتخاب کردیم. اینم نمیشه چون ببینید الان پیغام خطا میده، فقط لوله کشی آب سرد داره.
خیلی خوب، بعد از اینکه این قسمت رو هم انتخاب کردیم، منبع گرمایش رو هم انتخاب میکنیم که آب گرم کن هست. هم از اینجا میتونید انتخاب کنید، از قسمت سلک اکیوپمنت فینیش رو میزنم. خیلی خوب، ببینید اون قسمت هایی که فقط آب سرد داره رنگشون آبیه، میبینید این قسمت هم رنگشون آبی بود، ولی چون سیستم آب گرم هم اضافه شد رنگشون به رنگ قبلی خودشون برگشت. ببین الان من توی پنجره سیستم براوزر دومستیک هات واتر رو مشاهده میکنین، این تجهیزاتی که هست استفاده شده. حالا من میام اینجا این کل سیستم هست انتخاب میکنم، جنریک لایوت. الان لوله کشی آب گرم رو هم میتونید ببینید. خیلی خوب، میام از قسمت سیتینگ اینو من یه مقدار کوچیک‌تر کنم. از قسمت سیتینگ مقدار قبلی رو منفی 100 قرار دادم، این رو حالا صرف قرار میدم. حالا چون سایز لوله هم چی هست، همون منفی 50، یکی هم منفی 50 و اوکی میکنم. خیلی خب ببینی، حالا توی که از نماها رو هم بخوایم چک کنی ببینی، بالاتر قرار میگیره. این اصلا من این شعبه رو چک کنم، شکل های مختلفی رو انتخاب میکنم، حالا هر کدوم مناسب تر بود انتخاب میکنم. حالت نتورک شبکه ای کارت اینو نیاز به اصلاح داره. ببینید شکل مختلفی وجود داره، یا حالت پریمتر خیلی خوب، میام همونطور نمای دو بعدی ادیت لایت رو میزنم، اینجا رو اصلاح میکنم. ببینید اینجا رو اصلاح میکنم، میارم سمت راست، اینجا رو هم اصلاح میکنم میارم سمت بالا، این رو بیاندازم روی این لوله. اوکی، اینجا مربوط به آب گرم، اینجا رو هم میارم پایین. خیلی خوب، این رو اصلاح کنید، شده دستی میتونید اصلاح کنید. اینجا هم به همین صورت من میارم سمت راست. اوکی، این رو هم اصلاح کنم. اینجا البته این مقداری میارمش بالاتر، کالا از کنار کاسه رد بشه، کاسه توالت.
میکنم، یه بار بک میزنم. حالا اینجا توی کار اصلاح میکنم من. انتخاب اینو میارم سمت دیوار. اوکی، فینیش رو میزنم. ممکنه خطا بده ولی خب قابل اصلاح هست. خیلی خب، ببینید This element has an open connection. This may not be an error but for flow calculation. یه قسمتی باز هست، اوپن کانکتورتون اتصال ممکنه که توی محاسباتتون به مشکل بخورید. حالا من دوباره برمیگردم نمای سبودی سی پروژک بود اینجا قسمت. حالا درست من این رو چک کنم یکی چی اینجا مشکل نیست. بید اینجا، اینجا بید میگه وصل نیست، اینجا باید اصلاح بشه. میام تو نمای تاب، یه دلوله رو جابجا میکنم سمت راست. بعد میام تو نمای وان پلامینگ تو این قسمت. حالت فاین شید یا وصل نیست. ببینید یه مدار این رو درگ میکنم با کلیک چپ به سمت بالا دوتا رو وصل میکنم. اوکی، دوباره برمیگردم به نمای سبودی. خیلی خوب، این رو هم چک میکنم که روی هم نیافتادن روی هم دیگه.